سلام دوستان، من سحر هستم، اینجا پارسی تیوی. در این برنامه به معرفی محمد خردادیان و حواشی همجنسگرایی او میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. محمد خردادیان رقصنده ایرانی و عربیه که در سوم اسفند ماه 1335 متولد شد و مدتی بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد. اگر از طرفداران اون هستین، برای اطلاع از بیوگرافی محمد خردادیان در ادامه با کانال یوتیوب پارسی تیوی همراه باشین. پدرش عباس خردادیان اصالتاً قزوینیه و مادرش معصومه سبزواریه که هر دو به تهران مهاجرت کرده بودند. پدرش از نخستین سپرسازان فولکس در ایرانه. محمد فرزند چهارم خانواده است و دو خواهر و یه برادر بزرگتر از خودش داره. محمد رقصیدن رو در دور همیهای خانوادگی شروع کرد. در سن 16 سالگی با رقص آذربایجانی در اردوی تابستانی رامسر از طرف مسئولان مورد توجه قرار گرفت و به معلم رقص باله معرفی شد. اون آموزش رقص حرفه‌ای رو زیر نظر معلم فرانسوی در ایران آغاز کرد و برای آموزش انواع رقص‌ها به آمریکا، انگلستان و کوبا رفت. در دهه 50 در کاباره ها می رقصید و اسم او به عنوان یکی از بهترین رقصنده های ایرانی بر سر زبون ها افتاد. بعد از انقلاب به همراه همسرش در ایران موند و به دلیل ممنوع شدن فعالیتش مدتی راننده تاکسی بود. بعد از مدتی به دبی و بعد از اون به آمریکا رفت و در اونجا به برگزاری کلاس رقص پرداخت. خردادیان در اوایل دهه 70 شمسی به ساخت فیلم‌های آموزش انواع رقص ایرانی، گیلکی، بابا کرم، آذری عربی، سالسا و غیره پرداخت و با انتشار این ویدیوها به سرعت به شهرت رسید. همچنین محمد تجربه بازیگری و نویسندگی در تئاتر خنده‌داری به اسم زندگی مشکوک رو داره. محمد در سن 18 سالگی با یه بالرین انگلیسی به نام جین بینی آشنا شد. جین بینی در دهه 50 زمانی که 19 سال داشت برای حضور در گروه باله به ایران دعوت شد. جین در سالهای قبل از انقلاب در تالار رودکی نمایش باله اجرا می‌کرد و در یکی از همین اجراها با خردادیان که همراه با دوستاش برای تماشا به تالار اومده بودن آشنا شد و بعد از مدتی با همدیگه ازدواج کردند. خردادیان و خانم بینی بعد از 9 سال از یکدیگه جدا شدند. جین بینی چند سال پیش به علت بیماری درگذشت، اما در سال 2014 کتابی به نام برای عشق محمد رو در بریتانیا منتشر کرد. اون در این کتاب به همجنسگرایی خردادیان اشاره کرده و اما داستان ازدواج با پسر 21 ساله از این قراره که محمد از طریق اینترنت با یکی از پسران اقوام خودش که 21 سال سن داشت رابطه دوستی برقرار میکنه و این پسر جوان برای اینکه بتونه اقامت آمریکا رو به دست بیاره به اون پیشنهاد ازدواج میده. محمد خردادیان در 22 فروردین ماه 1381 برای دیدن پسر 21 ساله به تهران میاد که در فرودگاه مهرآباد توسط پلیس دستگیر میشه و بعد از بازداشت و تشکیل دادگاه به جرم اشاعه فساد بر روی زمین به 10 سال ممنوع خروجی و همچنین ضربه های شلاق محکوم میشه. اما به این حکم اعتراض کرد و در تجدید نظر دادگاه در نهایت تونست از ایران به صورت قاچاقی خارج شه. اون در هنگام بازجویی اعلام کرده بود به خاطر دیدن پدر بیمارش اومده، اما وقتی که در شبکه تپش حاضر شد گفت که به خاطر دیدن پسر 21 ساله‌ای که با اون قرار ازدواج گذاشته اومده بود که اون رو از ایران خارج کنه. در نهایت این پسر 21 ساله به دبی رفت و اونجا تونست توسط محمد خردادیان ویزای کار 1 ساله در آمریکا بگیره و نهایتاً هم گرین کارتش رو گرفت. بعد از خروج از ایران با پیشنهادهای مالی سنگین از طرف بی بی سی و سی ان ان برای مصاحبه علیه ایران مواجه شد، اما حاضر نشد علیه کشورش حرف بزنه. محمد خردادیان در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا انجام داده میگه که در زمانی که متولد شدم من همجنسگرا بودم، اما خجالت میکشیدم اون رو عنوان کنم و نهایتاً در سن 40 سالگی تصمیم گرفتم که اون رو به صورت رسمی بیان کنم و در برنامه تلویزیونی تپش به صورت رسمی اعلام کرد که همجنسگراست. اون در اون زمان مدیریت کاباره کوچیکی رو
رو در دبی بر عهده داشت و به مدت 2 سال فعالیتش لغو شد. خردادیان در واکنش به این سوال که واکنش خانواده شما بعد از اینکه فهمیدن شما هم جنس گرا هستید چه بود گفت: من از زمانی که مصاحبه‌ای رو با آقای امیرقاسمی در تلویزیون تپش داشتم و گفتم که هم جنس گرا هستم، به طور ناخواسته تبدیل به الگوی هم جنس گرایی در ایران شدم. خب من قطعا از لحظه تولد هم جنس گرا بودم و وقتی خانواده‌ام متوجه شدن هیچ وقت به من چیزی نگفتن و خیلی راحت با این موضوع مواجه شدن، چون زمانی بود که من 30-40 ساله بودم و دیگه بچه نبودم و حق انتخاب داشتم. وی در مورد انتخاب همسرش در آینده گفته: میخوام شریک آینده زندگیم یه مرد ایرانی باشه. به تیپ‌های ورزشکاری خیلی علاقه دارم چون خودم ورزشکارم. آدم چاق دوست ندارم و کسی رو میخوام که به سر و وضع خودش برسه و در کل کسی که مثل خودم فکر کنه. چون من یک بار در عشق شکست خوردم و نمیخوام این تجربه تلخ رو دوباره تکرار کنم. خردادیان در یک تجربه موفق با نویسندگی و بازیگری در تئاتر خنده‌داری به اسم زندگی مشکوک نشون داد که در این راه هم میتونه موفق باشه و در حال حاضر بیشتر اوقات در ترکیه زندگی میکنه. اون تجربه داوری در مسابقات رقص رو هم داره. محمد خردادیان در اینستاگرام هم فعاله و در حال حاضر نزدیک به 300 هزار دنبال کننده داره. خردادیان از رقصنده های ایرانی و عربیه و در لس آنجلس اقامت داره، اما بیشتر وقت خودش رو در ترکیه میگذرونه. تتوی عکس کوروش روی سرش یکی از کارهای عجیبشه. شما چه اطلاعات دیگه‌ای درباره بیوگرافی این رقصنده ایرانی و عربی دارین؟ آیا از طرفداران اون هستین یا منتقدانش؟ لطفاً نظرات خودتون رو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمون به اشتراک بذارین. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.